44، مسئول جدید کتابخانه. پیام این شعری که براتون خوندم اینه که حسادت چیز بدیه. بله خانم. خب بچه ها برای امروز کافیه، ولی قبل از اینکه زنگ بزنم میخوام یه خبر خوب بهتون بدم. آخ جون، یعنی فردا دیکته نداریم خانم معلم؟ نه منظورم این نبود. خانم اجازه میخواییم بریم اردو؟ نه اردو هم نمیخواییم بریم دانا جون. چیزی که میخوام بگم درباره کتابخونه تازه مدرسه مونه بچه ها. من که تا حالا یه بارم پامو اونجا نذاشتم. تو چیزی گفتی مهران جان؟ هیچی خانم علی، من هر روز از کتابخونه کتاب میگیرم. ولی ما که هنوز تو مدرسه مون کتابخونه نداریم. ولی من فکر کنم مهران کتابخونه رو با بوفه مزی اشتباه گرفته. همونطور که شاید بعضیاتون تا حالا خبردار شدیم، ما به تازگی برای مدرسه کتابخونه درست کردیم که هر کس دوست داره میتونه عضو بشه و از اونجا کتاب امانت بگیره. اما برای شروع کار کتابخونه به یه مسئول احتیاج داره که به کارهای اونجا نظارت کنه. اونایی که داوطلبن و دوست دارن که مسئولیت کتابخونه رو به عهده بگیرن، بعد از کلاس بیان دفتر و اسمشون رو بنویسن تا من و خانم مدیر با توجه به شناختی که از بچه‌ها دارین یکی رو از بینشون انتخاب کنیم. بچه‌ها به نظرتون کی مسئول کتابخونه میشه؟ من میگم مسئول کتابخونه باید دونا باشه. به انتخاب تبریک میگم دوست عزیز، قول میدم اگه مسئول کتابخونه شدم هر چند تا کتاب خاصی بهت بدم. نه منظورم از دونا تو نبوده، منظورم کسیه که همه چیزو بدونه و باهوش باشه. یعنی میخوای بگی من باهوش نیستم؟ خب چرا هستی، ولی فقط این کافی نیست. مسئول کتابخونه باید خودش هم اهل کتابو مطالعه باشه. چقدر لیست میزنی؟ این یکی شرمنده داره، چون فکر نکنم علیش باشی. کی گفته؟ من انقدر کتاب دایناسورا رو خوندم که همه‌شون رو از حفظم. و این کافی نیست، مسئول کتابخونه باید منظم و مرتب و دقیق باشه. تو از کجا اینا رو میدونی؟ وقتی رفتم اسممو بدم از خانم معلم پرسیدم. وای مسئول کتابخونه شدن چقدر سخته، خوب شد من اسممو ننوشتم. ولی من شک ندارم که خانم معلم منو انتخاب میکنه. مگه یادتون نیست قبل از اینم خانم معلم منو مسئول گروه اتحاد کرد، پس این بارم منو انتخاب میکنه. اینجوری که حسابی سرت چلوخ میشه دیگه، وقت نمیکنی اتحاد بازی کنی. ولی عوضیش رئیس همه میشم، خیلی کیف میده. چقدر امیدواری. همه آماده باشین، آقای رئیس تشریف رسیده. کجاست پس؟ آقای رئیس برای ما بگید چطور میتونید از آتر این همه مسئولیت و سمت برگید؟ خلاصه لحظه موفقیت شما چیه؟ خب راستش الان وقت ندارم، باید به کارم برسم. انشالا یه وقت دیگه جوابتون بگید. لطفاً ساکت باشین بچه ها، من و خانم مدیر تصمیممون رو گرفتیم، حالا میخوام مسئول کتابخونه رو بهتون معرفی کنم. منو بگو. مسئول کتابخونه کسی نیست جز پارسا. درسته، من و خانم مدیر تو رو برای این مسئولیت مناسب دیدیم، امیدوارم از عهده‌اش بر بیای و تو کارات موفق شی. ممنونم، قول میدم همه سعیم بکنم. بعد از کلاس بیا کتابخونه و وظایفت رو بهت بگم. چش خانم. خیلی خوب شد که پارسا انتخاب شد، مگه نه؟ آره خوب شد. من که خیلی براش خوشحالم تا جدا. منم خوشحالم. آره ولی نگاه تو آینه به خودت بنداز. مگه قیافت چجوریه؟ خب تابلو گزبانی هستی. نه خیلی، من خیلی خوشحالم ببینی. آره حالا که خوب دقت میکنم اینم خوشحال. پس این پارسا کجاست؟ چرا نمیاد؟ من از کجا بدونم؟ بعدش هم پارسا حالا مسئول کتابخونه است، کار داره لابو. مسئول کتابخونه هست که هست، دلیل نمیشه که من منتظرش بمونی. من میرم خونه. عجیبه، هرچی دقت میکنم اینم خوشحال نیست. خب دیگه بایدم قیافه بگیره، آقا سر شلوغ شده، حالا دیگه برای من مسئول کتابخونه شده. نشونش میده. آقا بازو خیزم کردی. سلام. سلام، بیا بیرون از این حال، چیزی شده تو مدرسه؟ نه چیزی نشده، همه چی خوبه. ولی به نظر نمیاد خوب باشه، انگار از یه چیزی ناراحتی. نه خیلی، من خیلی هم خوشحالم. باشه بود. بفرمایین چای. ممنون. پسرم بیا چایی ریختم. نه ندارم. با معلوم نیستی بچه چشه.
بکنم از چیزی دلخوره از مدرسه اومد سگرماش تو هم بود. چرا نمیری با دوستت بازی کنی؟ حوصله ایشون رو ندارم، مخصوصا حوصله اون پارسا رو، حتی نمیخواد ترا قیافه بگیری. آشقالی اون بهتری دوست توه که. آره ولی نباید مسئول کتاب خونه میشد، نباید میشد. خب تقصیر اون چیه؟ خانم معلم انتخابش کرده. آره میدونم ولی حق من بود که انتخاب بشم. فکر کنم خانم معلم اشتباه کرده، من باید بهش بگم. خانم معلم اجازه؟ بله. شما تو انتخاب مسئول کتابخونه دچار اشتباه بزرگی شدی. پارسال باید مسئول کتابخونه میشد. پس کی باید مسئول میشد؟ من خانم. چطور؟ چون منم پارسا خیلی بهترم. چرا فکر میکنی از پارسا بهتری؟ خب چون من مسئول گروه تئاتر مدرسه ام. وقتی کتاب دارمسوره رو از حفظم قد من دو سال از پارسا بلندتره. برات متاسفم دارم، من تو انتخاب پارسا اشتباه نکردم، ولی انتخاب تو به عنوان مسئول گروه تئاتر واقعا اشتباه بود. میدونی با آدمای مثل تو چی میگن؟ حسود، حسود، من حسود. نه من حسود نیستم، من حسود نیستم. خیلی راه خوبی نیست، نری به معلمه چیزی بگی بخ. آره اینجور خانم معلم ازم بدش میاد، باید یه کار کنه خانم معلم خوشحال شه. آره میگه چیه؟ تقدیم به بهترین و مهربونترین و دلسوزترین معلم دنیا. ممنونم دانا، ولی من نمیتونم این هدیه رو قبول کنم. چرا؟ خودت خوب میدونی که این هدیه واسه چیه. تو میخوای با این هدیه من تو رو به جای پارسا به عنوان مسئول کتاب کنه انتخاب کنم، مگه نه؟ تو با خودت چی فکر کردی؟ من معلمم، همه چی رو میفهمم. تو بچه یه حسودی هستی. نه اینجوری هم بیفایده است. بهتره چیز کنی. چیز کنم؟ خودت نگاه کن. پارسا تو با امان مسئول کتاب کنه بچه خوبه باشی. کتاب ها چی شدن؟ من از این چی خبر ندارم. حالا به بعد دانا مسئول کتاب کنه میشه، تو بر کناری. صبر کنید خانم معلم، پارسا مقصر نیست، ما کسی که کتاب رو برداشته شناسایی کردیم، اون داناست، تو بازداشتیم. جرم دست برد به کتاب خانه مدرسه، علت جرم حسادت، مجازات محرومیت از کتاب خواندن. میشه دیگه از این فکر را نکنی؟ نه ترس بابا، همش خواب و خیال بود. نمیدونم چی کار کنم، دیگه خسته شدم. من یه فکر دیگه هم دارم. دوباره میخوای فکرهای پرت و پلا بکنی؟ نه این بار عاقلانه است، گوش کن. من میگم این چیه؟ اینم خوشم نمیاد. چه اینطور؟ نمیدونم باید چی کار کنم با بزرگ. دلم نمیخواد آدم حسودی باشم ولی هستم. دلت به درست میگه. میدونی پسرم حسادت چیزی خیلی بدیه. حسادت آرامش و آسایش انسانو ازش میگیره و اونو بیمار میکنه. از قدیم گفتن حسود هرگز نیاسود. بله شنیدم. به همین خاطرم از که حضرت علی علیه السلام گفتن حسادت بدترین بیماریه. حسود همیشه بیماره، حتی اگه تنش سالم باشه. بابا بزرگ من مریض شدم، آخه دارم از حسودی میمیرم. نه ترس نبه گلم، هر بیماری یه درمانی داره، فقط باید راه علاجشو پیدا کرد. یعنی مریضی منم دوا درمان داره؟ چرا نداره عزیزم، نفس عمیق. چی؟ یعنی نباید قرص بخورم؟ هر موقع حس حسادت به دست داد اول یه نفس عمیق بکش، اینجوری همین. بعدش به چیزای خوبی که داری فکر کن، به نعمتای خوبی که خدا بهت داده و ممکنه بقیه از اون محروم باشن، به اتفاقات خوبی که توی زندگیت افتاده و بقیه همیشه آرزوشو دارن. بذارین فکر کنم. خب خانم معلم منو مسئول گروه تئاتر کرد. چه خوب دیگه. یه بارم مبشر کلاس شدم، تازه یه بارم برای کار تحصیل جایزه گرفتم. چه عالی. ببین تو همینجا چند تا اتفاق خوب برات افتاده. مطمئنم اگه بهشون فکر کنی انقدر زیادن که شاید نتونی بشماریشون، پس دلیلی برای ناراحت شدن از داشته‌های بقیه وجود نداره. حالا بهتر شد، دیگه ناراحت نیستم. وقت ایزاوی گشتم شد. یعنی چیه؟ من میرم در رو باز کنم. اومدم بابا، اومدم. شما این؟ سلام دانا، من اومدم بگم تو بهترین مسئول کتاب خونه هستی که من تا حالا دیدم. بیا بریم تو بازی کنی.
ولی اول میخواستم ازت خواهش کنم که اگه ممکنه تو سر سامون دادم به کتابخونه مدرسه بهم کمک کنی. حاضری؟ معلوم دوست عزیزم واقعا خیلی با مرسدی. بیا تو بیا بیبریم بازی کنی. بالاخره اخماش باز شد. آی با من رو بدادر رو باز کنین، من رو جا گذاشتین. پلیستو بزن از تو بیا